دوستی جانی نانی زبانی بود نبود سوداگری بود بای و بدولت بود پسر داشت جوانی زنده دلی جوره باز روزی پسر پیش پدر نشست و از او پرسید پدری بزرگوارم میبینم که شما فقط دو سه نفر دوست دارید و خلاص مرحمت کرده گوید برای چی اینقدر کم پدرش گفت دوستی حقیقی همین قدر میشود از دو سه نفر زیاد نمی شود. پسرش باور نکرده پرسید. این خیلی باشد برای چی صد دوست کم و یک دشمن زیاد گفتند. پدرش گفت درست دوست هر چی قدر زیاد باشد همون قدر بهتر. لیکن پسرم نه هر کس که ما دوست گمان میکنه میتواند دوستی حقیقی باشد. پسر خود را تعریف کرد. الله الحال من 40 نفر جوره دارم. همه اش دوستی جانی پدرش پرسید پسرم تو میدونی دوستی جانی چی معنا دارد پسر گفت میدونم پدر دوستی جانی اگر لازم شود جانش را برای دوست دریغ نمیدارد پدر باز پرسید تو باور داری که همه آن 40 جوره دوستی جانی اند باور دارم گفت پسر پدر به او مصلحت داد سنجیده بین پسرم و برای خود معین کن که از اون 40 نفر کدام دوستی جانی و کدام دوستی نامی و کدام دوستی زبانی سر به فکر رفت و روز دیگر اول شب به خانه یکی از دوستانش رفته دروازه حوله او را تختخ کرد دوستش برآمد پسر سوداگر اسبش را که یک جوال بار بالایش بود نشان داده گفت دوست عزیزم من یک دشمن قتال داشتم از دست او جانم در خطر بود مجبور شدم او را بکشم اما جسدش در بالای اسب و من یاری ده آن را نیست کنم تا کسی نفهمد که من دست به کشتار زدم دوستش حراسید جوره جان التجا میکنم گفت و من خودت میدانی زن و فرزند پدر و مادری پیر دارم و این کار خطرناک همراه شدنم خطاست پسر سوداگر از 38 جورهاش همین مانند جواب شنید فقط 2 نفر یکی به جرأتانه و دیگری با جرأتی تمام گفتند که تیارند به او یاری دهند گونه که با جورتی تمام راضی شد دروازه حولهش را کلان کشاده از جلوی اسب جورش گرفته فرمود جوره جانده را به حولی ما حاضر جسد این دشمن جانت را زیر خواب میکنیم نه پای میماند و نه حیدر یگان جاندار خبردار نمیشود به حولی در آمدند باری خونالود را از بالای اسب خرابندند صاحب حولی اسبه کلان رفته میشده بود که پسر سوداگر گفت بیا اول جسد را بیرون کشیم جسد را بیرون کشیدم صاحب حولی پیش گوسفندی سربریده را دیده حیران شده بود این کاری تو چی معنی دارد چرا به من دروغ گفتی مگر دوست به دوست دروغ میگوید پسر سوداگر گفت که میخواست با این تدبیر خیل دوست بودن جورهاش را میسنجد معلوم میشود که تو دوست جانی بودهی گفت و به جورهاش برای من جانت را به خاطر ماندنی شدی من هم اگر به جای تو می بودم همین خیر می کردم بعد دوستای جانی گوسفند را کس کندند و یک دیگه فلان شروع هم دخته دسترخان آراستند و با این 38 نفر اصل واقع را گفته دادند اون 38 نفر فهمیدند که کدام کس دوست جانی است و کدام کس دوست نانی و یا زبانی است سپس پسر سوداگر پیش پدرش آمده گفت ای پدر حق به جانب شماست نه هر کس که تو دوستی با جان برابر می پنداری در واقع می تواند دوستی به جان برابر باشد پسر سوداگر تا آن روزی که در قید حیات بود با آن 2 نفر انس گرفت و از فیض و برکت دوستی بهره ها برداشت